بخشی از لاشه پهپاد متجاوز آمریکایی از آبهای سرزمینی ایران بیرون کشیده شد. وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اعلام این خبر از مختصات دقیق محل سقوط پهپاد متجاوز آمریکایی رونمایی کرد. به گفته آقای ظریف و طبق اطلاعات ثبت شده، هواپیمای گلوبال هافت ساعت 14 دقیقه بامداد دیروز در وضع پنهان از امارات به پرواز درآمده و در یک رفت و برگشت پس از نقض حریم هوایی ایران در نزدیکی کوه مبارک هدف قرار گرفته است. پیدا شدن لاشه این هواپیمای آمریکایی در آبهای سرزمینی ایران تبلیغات دروغین آمریکایی‌ها را که مدعی بودند این پهپاد وارد مرز هوایی ایران نشده و بر فراز آبهای بین‌المللی بوده است خنسا کرد. تا لحظاتی دیگر اخبار 14 در ارتباطی زنده و مستقیم نخستین بار تصاویری از بقایای لاشه پهپاد متجاوز آمریکایی را که از آبهای سرزمینی ایران گرفته شده به نمایش می‌گذارد. خب ارتباط ما برقرار هست و گفتگو می‌کنم با خبرنگارمون که قرار از بقایای پهپاد جاسوسی فوق پیشرفته RQ-4 آمریکا به ما گزارش بده. آقای پیشبهار سلام بر شما، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم. بله خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم حضور بینندگان عزیز. به اطلاع می‌رسونم که خب ما الان در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم. بقایای پهپاد جاسوسی آمریکا که بامداد روز پنجشنبه، در واقع ساعت 14 دقیقه بامداد روز پنجشنبه وارد فضای سرزمینی ما شد و در ساعت 4 و 5 دقیقه صبح در مورد اصابت در واقع نیروی فضا هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و سرنگون شد به اینجا منتقل شده. من هم اکنون در خدمت سردار حاجی زاده هستم، فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و از ایشون خواهش میکنم که در خصوص چگونگی این عملیات و جزئیات بیشتری از این عملیات برای بینندگان عزیز توضیح بدن. سردار بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که ملت شریف ایران اطلاع پیدا کردند، بامداد پنجشنبه دیروز یک فروند هواپیمای جاسوسی رژیم تروریستی آمریکا که ساعت 14 دقیقه بامداد از یکی از پایگاه‌های امارات، پایگاه آمریکایی که در ظفره در واقع نزدیک ابوظبی امارات هست، به پرواز در آمده بود. بعد از طی مسیر طولانی که در ساعت قریب 4 بامداد وارد آبهای سرزمینی ما شده بود، توسط پدافند نیروی هوافضا مورد اصابت قرار گرفت و سرنگون شد. خب امروز بقایای اون رو به تهران منتقل کردیم و همونطوری که ملاحظه میکنید بخشای مختلفی که در واقع اینها در اون محدوده آبهای سرزمینی ما به صورت شناور روی آب قرار گرفتند، توسط قایق‌ها اینها رو توانستن منتقل بکنن و امروز از نزدیک ملاحظه می‌کنید که بخش‌های مختلف این هواپیما که گویای این هست که در واقع به فضای سرزمینی ما این هواپیمای جاسوسی تجاوز کرده و الان قطعاتش در اختیار ما هست. سردار بفرمایید خب پیام این در واقع عملیات چی هست برای آمریکایی‌هایی که در منطقه شروع کردن تبلیغات ضد ایرانی خودشون رو؟ خب همونطوری که در گذشته هم نیروهای مسلح نشون دادن و تجربه ملت ایران هست، ما امنیت ملیمون خط قرمز ما هست و ما اجازه نمیدیم سرزمینمون جولانگاه کشورهای فرامنطقی و دشمن باشه. خب طبیعتاً در این دور هم باز به این هواپیما در دو مرحله و چندین بار اخطار داده شده بود. یعنی این هواپیما سیستم هایی رو داره که موقعی که تماس گرفته میشه این اطلاعات رو مخابره میکنه به ایستگاه های مرکزی خودش و متاسفانه پاسخ ندادن. و آخرین بار هم ما توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه پدافند، ساعت 3:55 دقیقه به این اخطار دادیم و موقعی که از نزدیک شدن به آبهای ما صرف نظر نکردن و دور نشدن، 4:05 دقیقه مجبور شدیم اون رو سرنگون بکنیم.
بله، من ضمن اینکه از همکارم خواهش میکنم که تصاویر لاشه این پهپاد جاسوسی امریکا را برای بینندگان عزیز به صورت زنده به نمایش بگذارن. خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم که این پهپاد جاسوسی تروریستی امریکا که توسط نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد اصابت قرار گرفت، یکی از مدرن ترین و غول‌پیکرترین پهپادهای جاسوسی و گران قیمت ترین اونها بود که با استفاده از توان داخلی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اصابت قرار گرفت. و میتوان گفت که این فقط قطره ای از توانمندی جمهوری اسلامی ایران در پدافند و همچنین توان دفاعی خودش است. اگر سوال خاصی هست من در خدمت شما هستم. بله، خیلی متشکرم از همکارم آقای پیشبهار و نیز سردار حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلام. اما پاسخ سخت ایران به نقض حریم هواییش واکنش‌های زیادی را در پی داشته. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نوشته پهپاد گلوبال هاوک آمریکا که در حریم هوایی ایران ساقط شد، قبلاً نه قابل ردیابی و نه قابل سرنگونی معرفی شده بود، اما ایرانی‌ها موشک فوق افسانه‌ای و سری دارند که با شکست این پهپاد افسانه‌های آمریکایی‌ها را می‌تواند به باد دهد. خیلی از ناظران و تحلیلگران از جمله آمریکایی‌ها نیز سرنگونی پهپاد گلوبال هاوک را که ظاهراً به علت گرانی و پیچیدگی تجهیزات آمریکا فقط دو پرونده از آن را داشته، باعث سرشکستگی آمریکا توصیف کردند. سرشکستگی و سردرگمی که رسانه‌ها از واشنگتن گزارش می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا که بعد از ساقط شدن پهپاد متجاوز گفته بود ایران اشتباه بزرگی مرتکب شده، اندکی بعد لحنش را تغییر داد و به خبرنگاران گفت ممکن است هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا در پی اشتباه فردی هدف قرار گرفته و سرنگون شده باشد. شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان بلافاصله جواب ترامپ را داد و گفت ایران به حرف‌های ترامپ اهمیت نمی‌دهد. رئیس جمهور آمریکا پس از این مواضع نشستی 90 دقیقه‌ای در کاخ سفید با مقامات ارشد کنگره ترتیب داد که بدون نتیجه گیری خاصی و بدون بیانیه پایان یافت. تقریبا همه کسانی که از این جلسه بیرون آمدند و حتی تندروترین همحزبی‌های ترامپ و رقبای او در انتخابات 2020 آمریکا هم در نکوهش سیاست ضد ایرانی ترامپ سخن گفتند و خواستار کاهش تنش و رفتار حساب شده شدند. آنها ترامپ را مقصر این وضع دانستند و برخی هم خروج او از برجام را نخستین اشتباه در تعامل با ایران خواندند که باعث شده اوضاع این گونه شود. در سوی دیگر ایران مستقیم و غیر مستقیم، شفاهی و مکتوب به آمریکا هشدار داده و به سازمان ملل شکایت برده. آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس فوری با سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا اعتراض شدید ایران را به آمریکا ابلاغ کرده و گفته ایران در دفاع از آب و خاک خود قاطعانه عمل می‌کند و لحظه ای درنگ نخواهد کرد. آقای تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز با استناد به اصل 51 منشور ملل متحد و ارائه مستندات دقیق از مختصات مسیر و محل سقوط پهپاد متجاوز آمریکایی، نامه‌ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت ارسال و اعلام کرد سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی پس از اخطارهای مکرر رادیویی صورت گرفته است. آقای ظریف هم ضمن تاکید بر اینکه ایران دنبال جنگ نیست اما سرسختانه از آسمان، زمین و آبهای خود دفاع می‌کند گفته ایران با طرح این تجاوز جدید در سازمان ملل نشان خواهد داد که آمریکا درباره آبهای بین‌المللی دروغ می‌گوید. دبیر کل سازمان ملل حالا نامه‌ای از ایران دریافت کرده که چطور پهپاد آمریکایی بی توجه به اخطارهای ایران به آسمان کشورمان تجاوز کرده. تخت روانچی سفیر ایران است در سازمان ملل. تأکید کردیم که به این هواپیما و این پهپاد اخطارهای رادیویی لازم داده شد از قبل و به تمام این اخطارهای رادیویی بی‌توجهی شد. حالا طبق منشور ملل متحد رونوشت نامه ایران به دست رئیس شورای امنیت رسیده. نامه‌ای که در آن مختصات دقیق نقطه‌ای که پهپاد مورد حمله قرار گرفته برای ثبت در تاریخ ذکر شده است. بله، ما به طور مشخص اون مختصات نقطه‌ای که این هواپیما مورد حمله قرار گرفته اونو آوردیم که کاملا نشان دهنده این هستش که در فضای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بوده. دیپلمات‌های ایرانی میگویند این یک موضوع جدی است. جامعه بین‌المللی باید جلوی تخلفات آمریکا و اقدامات غیرقانونیش را بگیرد. بر اساس ماده 51 منشور که در این گفتگو سفیر ایران چندین بار روی اصل 51 منشور ملل متحد تأکید کرد.
خلاصه اصل 51 منشور ملل متحد میگوید هر کشوری دارای حق ذاتی دفاع از خود در برابر تجاوز بیگانه است.